آقای ترومن در 1946، یک سال بعد از جنگ جهانی دوم، با وجودی که میلیون ها سرباز مریض از نظر روانی به جامعه برگشته بود، قانون ملی سلامت رو، سلامت روانی رو، سلامت در واقع روانی که نه حالا اصلش مثلا اون نشنال منتال هلس میشه، در واقع بهداشت ذهنی، قانون بهداشت ملی ذهن رو ابلاغ کرد در 1946 و از اونجا به موضوعی توجه کردن به نام وضعیت روحی روانی ملی مردمشون و اون موضوع رو سمت و سو دادن. منتهاش باز انگاره هاشون انگاره های آقای فروید بود. اینکه انگیزه رفتار فروید چیه؟ این شبها یک سریالی از تلویزیون پخش میشه، اسمش چیه؟ ساختمان پزشکان، ساختمان روانی ها. با 100 سال فاصله، خوب دقت کنید، با 100 سال فاصله مدام هم توی خونه و توی مطب عکس فروید پشت سر خود اون دکتر روانیه. کسانی که این رو مشاوره دادن و کسانی که این رو نوشتن، کسانی هستن که دارن به یک سوال پاسخ میدن. کدوم سوال؟ سوال اولی که پرسیدیم، انگیزه افراد برای کارهایی که انجام میدن چیه؟ چه چیزی افراد رو به حرکت در میاره و باعث میشه کاری کنن؟ مثلا اینکه اون پدر سعی میکنه خودشو به آلزایمر و پارکینسون مثلا مبتلا نشون بده، برای چیه؟ انگیزش چیه؟ پسرش که آدم متقلب و خلافکاریه، یه رفتاری صورت میده. یه بار میاد کچلوار برادرشو میپوشه، میره تو مطبش، خودش رو دکتر روانشناس جا میزنه و میاد سرکیسه میکنه اینها رو. انگیزه این افراد چیه؟ خب بخش عمده از کار این افراد روی سوء تفاهم دیگه، عنصر سوء تفاهم. یعنی داره طرف یه چیز دیگه به زنش میگه، زنه همونجا بل میگیره، اینکه آه تو منظورت پس این بود. به همکارش توی اداره میگه، یا اون اومده مثلا به اون خانم منشی سلام کرده، میگه من الان دارم درس میخونم، هنوز موقع ازدواجم نیست. تمام این انگیزه ها که طرف چه از این حرفی که داره میزنه منظورش چیه، چه واکنشی میخواد صورت بده، این مدل فرویدیه. ما 100 سال عقبیم. کجا؟ جامعه فرهنگیمون، جامعه رسانه‌ایمون، جامعه هنرمندامون. یعنی این نظریه های منسوخ رد شده بعد از 100 سال تربیت جامعه رو چطور داره رقم میزنه؟ داره فرویدی رقم میزنه. یعنی داره به سوال اول فروید پاسخ میده که حالا اون پدره بعد از اینکه از شر زنش و دیگران خلاص شد، آمد مثلا حالا سوسیس تخم مرغ بخوره با پسر خلافکار دومش، حالا میگه 30 میلیون تومان باید به من بدی، میگه من اصلا تو رو به جا نمیارم، تو رو نمیشناسم. میگه بابا من خودم به تو یاد دادم که خودتو به آلزایمر و فراموشی بزنی. میگه نه، من اصلا تو رو نمیشناسم، تلفنو بده من زنگ بزنم به 110، پلیس 110 بگم تو چیکار میکنی اینجا. انگیزه این پدر حتی اونجایی که پسرش اون راه رو بهش نشون داده بود، اون انگیزه، اون نیروی درونی که اینو به حرکت درآورد چه بود؟ بعد شما بلا فاصله به هر عملی که تو این مدت انجام شده از این افراد برمیگردید، میبینید یک عملی است در مورد نیروی ناخودآگاهشون، یک انگاره ناخودآگاهی است، یه نفسانیاتی است. احساس میکنید یک عمل نامناسبی از این افراد داره سر میزنه، هم میگه چرا اینا فکر نمیکنن کار این کارو انجام میدن، اون کار اونا یک توان ناخودآگاه دارن. با کمال تاسف جامعه هنری ما اون قسمت رو خوب میتونه روش دست بگذاره. تقریبا عمده طنز پردازهای ما، حتی اگر اسم ادوارد برنایز رو هم نشنیده باشن، شاگرد غیر حضوری مکتب برنایز هستن. یعنی بخش عمده از خلق و خوی جامعه ما که امروز این چنینی شده، حاصل اینه که از 1372 به این سو که پای یک گروهی طنز پرداز وارد تلویزیون شد، هیچ استاد فلسفه هنری که این حرفا رو خوب بشناسه و بدانه و تفکر استراتژیک داشته باشه پشت سر این قضیه نبود. ولذا از 1182 جریانی که شما امروز بعضیشون رو تو همین طنزا میبینید، یه گروه دیگرشون رفتن چیزی ساختن اخیراً به نام قهوه تلخ، یه گروه دیگرشون رفتن توی یه شبکه دیگه
اون تعداد افرادی که توی اون مرحله کارو از 1172 شروع کردن الان در 18 سال گذشته عمدتاً روی انگاره های سوء تفاهم، روی انگاره های فرویدی و مطالعه آنچه که در انسان غلیان میکنه، یک انگیزه هایی در بُعد به اصطلاح غیر عقلانی انسان و اون ناخودآگاه ذهن انسان هست، میرن اینا رو مطالعه میکنن. کافیه دوتا کتاب فروید خونده باشن، اسمش هم میذارن روانشناسی اجتماعی، چون من این کلمه رو ازشون شنیدم و ازشون توی برنامه تلویزیون شنیدم که وقتی جدی میان تو مصاحبهشون خودشون رو روانشناس اجتماعی میدونن. اما همونطوری که گفتم، مثل اقتصاد ما که بی سواده، اقتصاددانای حکومتی، مثل سیاستمدارامون که بی سوادن، مثل متخصصین فلسفه‌مون که بی سوادن فقط کانتو میشناسن، مثل اعضای شورای انقلاب فرهنگی که بی سوادن کانتو میشناسن، هنرمندامون هم تقریبا بی سوادن، چیزی رو نمی‌دونن. استاد فلسفه هنرمون که فقط نیچه رو میشناسن، هنرمندامون هم که فروید رو میشناسن، اونم در این شقش. اینه که همه چیزمون به همه چیزمون میاد. و خیلی تعجب نکنید که این طرف چرا با اون طرف متفاوته. لذا الان ساختمان مثلا پزشکان که داره پخش میشه، قول میدم اگر ما مسئولین صدا و سیما رو جمع کنیم یا امتحان ازشون بگیریم، بگیم آقا این عکس فروید که پشت سر این هاست، اولا نظریه فروید چیه، ثانیاً چرا داره اینجوری عمل میکنه، بعد حساب شده شما نشستید بررسی کردید که الان مناسب است ما در جامعهمون هر شب سر سفره مردم بخشی از نکات جامعه پذیری رو که میخوام به مردم ارائه کنیم و القا کنیم از طریق مکتب فروید باشه. میگید آقا بله، ما در یک بررسی کارشناسی با این تعداد استاد علم سیاست، فلسفه، کلام، فقه، اصول، استراتژی، مدیریت، با اینها به جنبندی رسیدیم که ما باید الان روی مکتب فروید کار کنیم و از نگاه فروید جامعه رو سامان بدیم. ولی خب سردر ورودی سازمان صدا و سیما از قول مقام معظم رهبری زده که دستگاه صدا و سیما مهمترین دستگاه هدایت فکری جامعه است. خب هدایت فکری جامعه به سمت فرویدیسم و در فرویدیسم اون بخش ناخودآگاه و ایرشنال انسانها رو به غلیان آوردن، از این طرف تو این برنامه اونو به غلیان میارید، به اصطلاح سمت و سو میده، از اون میری میبینی مثلا بلافاصله قطع میشه، آگهی بازرگانی تبلیغ میشه. و این اقتصاد پول مبنا، دقت کردید دو روز پیش بانک مرکزی چطور یک دفعه اومد یه ذره توازن بده به وضع ارز، 110 تومن دلار رو برد بالا، نتونست بازار رو تنظیم کنه. خیلی درشت‌تر و گنده‌تر از شما رفتن به جنگ پول که بتونن مثلا باهاش بازی کنن، زورشون نرسید. یهود جایی نمیخوابه که آب از زیرش رد بشه. نظام پول مبنا در وضعیت اقتصادی و ارز چیزی نیست که شما مثلا یه شب بخوابید صبح بلند شی ساز و کارشو رقم بزنی. اگر تونستی خودتو از چنگ اقتصاد پول مبنا نجات بدی، دیگه نیاز نخواهی داشت جامعه رو با مدل روانشناسی فرویدی درس اخلاق بهش بدید. خوب دقت کنید، مبانی نگاه کسی که معتقد بود انسان بدترین گونه موجوداته و اصلاح پذیر نیست، قواعد این فرد یعنی آقای فروید میشه مبنای معلم‌های اخلاق. چون شما الان میگید آقای کسی مشکل روحی روانی داره، به مراتب از رفتن پیش مثلا یک روحانی که عالم علم اخلاقه، مردم امروز مراجعهشون به روانشناسا بیشتره. بارها من شنیدم جوانایی که مشکل زناشویی دارن میگن سه بار رفتیم تا حالا پیش روانشناس و روانکاو. اون روانشناس و روانکاو اسلام رو میشناسه؟ مناسبات اخلاقی جنسی اسلامی رو میشناسه؟ نه، فروید میشناسه. همین حرفایی که شبا توی این سریال. بچه‌شون مشکل تحصیلی داره، میبرن پیش روانشناس. میان سالن دارن طلاق میگیرن، میرن پیش روانشناس. و قص الهازا، یعنی معماری اخلاقی جامعه در اختیار کسانی است امروز در جامعه ما که بهشون میگن روانشناس و خودشون هم نمیدونن که سایکولوژی معادل روانشناسی نیست. و اینها عمدتاً کیو میشناسن؟ آقای فروید رو، آدمی که نگاهش به انسان اینقدر تاریک بوده.
و شما اگر زندگی تک تک اینها رو نگاه کنید، یکی از یکی کثیف‌تر، یکی از یکی آلوده‌تر، یکی از یکی نامناسب‌تر. اینو تو خود کتاب‌های روانشناسی که هم تو دانشگاه خودمون تدریس میشه می‌بینید. و این فاجعه است، فاجعه برای فرهنگ عمومی و فرهنگ عالی و شورای عالی انقلاب فرهنگی و نهادهای فرهنگی و مدیران فرهنگی ما از این بالاتر نیست که امروز جهتگیری اخلاقی جامعه مدل و انگارش نگاه فرویده. دیگه نزدیکترین کسی که به اینها بوده خانواده دوست آنا فروید بوده، آمدن اینها مدیریت شدن، از دل اون خانواده یک به اصطلاح روش در آمده برای ساماندهی وضعیت ایالات متحده. نتیجه شو خودتون ببینید، بعد خودتون قضاوت کنید که آیا راه مدیران فرهنگی ما درسته؟ آیا این که جامعه ما امروز هر اتفاق براش میفته میره پیش روانشناس ها کارش درسته؟ آیا روانشناس ها معلم اخلاقن؟ آیا روانشناس ها لیاقت و شأن این رو دارن که به مردم بگن چه چیزی درسته چه چیزی غلطه؟ چون گفتم اساس اینا روی ذهن دیگه، ما هم که ذهن رو رد کردیم. نه اینکه فکر کنید این دست مطالعاتی که ما اینجا میکنیم مطالعات عمومیه، مطالعاتی که ما الان ارائه میکنیم مطالعات فوق پیشرفته است. یعنی این دست مطالعات توی سطح فوق دکترا ارائه میشه و ما مگر گرایش فوق دکترای روانشناسی داریم تو ایران؟ مگر گرایش فوق دکترای فلسفه ذهن داریم؟ مگر گرایش فوق دکترای مثلا روانپزشکی داریم؟ مگر گرایش فوق دکترای علوم ارتباطات داریم؟ این که من مجبورم از روانشناسی، از فلسفه، از جامعه شناسی، از علوم ارتباطات، از علوم استراتژیک، از علوم نظامی، از همه علوم قطعه اینها رو کنار هم بچسبونم تا متوجه بشه چه خبره تو سطح مطالعات فوق پیشرفته. ما نداریم. آدم روانشناسی که شما میشناسید کرور کرور این کتاباشون مثلا نگاه فروید و پیاژه و مازلو و دیگران رو میدن به خورد این مردم. بیچاره جامعه ای که اختیار جهتگیری اخلاقی خودش رو بده دست روانشناس ها، سندش نتیجه کار آنا فروید، از دید ما نه ها، از دید خود بی بی سی. ببینید اون ابتدای فیلم آمد آنا فروید و اون بچه‌ای رو که خانواده بردن گذاشتن پیشش توی وین با اونا شروع کرد، بعد انتهای کار این پسر اون خانواده بوده و گفت که اون که خودکشی کرد، دختره یه طرف خودکشی کرد، پسره یه طرف خودکشی کرد، بعد اومد رفت تو خونه آنا فروید خودکشی کرد. یعنی این دوتا مصداق جزئی که زیر دست خود آنا فروید تربیت اخلاقی و روانکاوی شده بودن، هر دوشون منحرف شدن، الکلی شدن، آخرش هم آمدن تو خونه فروید خودکشی کردن. بعد جامعه سرکوب شده آمریکا رو هم نشون داد که نظریه های فروید شکست خورد. الگوی شاخص انسان تراز لیبرالیسم که میشد مرلین مانرو خودکشی کرد و بعد این ابهام پیش اومد که توسط افرادی مثل هربرت مارکوزه که شما یه انسان تک ساحتی ساختید، این چه انسانی که دارید سرکوبش میکنید؟ جامعه ای که سرکوب شده است و این سرکوب روانی رو دارید صورت میدید. این خط تعلیقی که از بچه های دوست آنا فروید گرفت و در آخر هم تو خونه فروید خودکشی کردن، توی لول بالاتر مرلین مانرو خودکشی کرد و در واقع جامعه خودکشی کرد. خودکشی این جامعه در جنگ ویتنام صورت میگیره و اینکه بعد از جنگ ویتنام، زمان شکلگیری اعتراضات به جنگ ویتنام، حالا دیگه مردم توی آمریکا اون به اصطلاح اون خودکشی جمعی میرسن. باز برگردیم به اینکه امروز در جامعه ما، در دانشکده روانشناسی ما، حتما حضور فروید پررنگه و مردم روی نظریه‌های سرکوب اون مجبورن درس بخونن و حتما تلویزیون ما مصر به این که انگاره های روانشناسی فرویدی رو که سرکوب شخصیت انسان رو تحمیل میکنه در جامعه تبلیغ کنه و جامعه ما رو جامعه فرویدی بخواد، حتی اگه شده در قالب طنز، که طنز نویس های ما چیزی غیر از یکی دوتا کتاب فروید بیشتر نخونده باشن. این اون قرابت هاییست که امروز بی سر و صدا در فوتبال، در طنزهای تلویزیونی، در بحث‌های روانشناسی دانشگاه‌های ما ارائه میشه. 20 سال دیگه نتیجه‌شو می‌بینید. عین اون روزی که داد زدیم سر قضیه تأثیر عروسک باربی، امروز تأثیرش رو توی وضع رفتار دخترای جامعه دارید می‌بینید. این حرکت‌هاست که خزنده است و در دراز مدت تأثیر خودش رو می‌گذاره و باید به عنوان کسی که جامعه سازی می‌کنه شما این موارد رو خوب بشناسید.